رئیس جمهور آمریکا در کاخ سفید با سناتور تام کاتن دیدار و گفتگو کرد. سخنگوی کاخ سفید گفت که ترامپ و کاتن از جمله درباره مسائل مربوط به رژیم آخوندی صحبت کردند. سناتور کاتن پیش از این دیدار در مصاحبه با واشنگتن پست حکومت آخوندی را یک رژیم یاقی و متمرد خواند و خواهان عدم تایید تبعیت آن از توافق اتمی توسط رئیس جمهور آمریکا شد. وی گفت دولت ترامپ احساس می کند که می تواند به هر دو مسئله تلاش برای تقویت برجام و مقابله با تجاوزات منطقی رژیم ایران پاسخ بدهد. اما دولت اوباما خواهان مقابله با تجاوزات رژیم ایران نبود چون نگران آن بودند که این رژیم بعد از کسب 100 میلیارد دلار به خاطر رفع تحریم ها ممکن است از برجام بیرون بکشد. سناتور کاتن همچنین تاکید کرد رژیم ایران از برجام به طور کامل قابل تایید و شفاف تبعیت نمی کند و این توافق به سود آمریکا نیست. رئیس امور آمریکا در مجمع عمومی گفت که این توافق مایه شرمساری است. وی در این مصاحبه خواهان مذاکره مجدد پیرامون یک توافق بدون مشارکت رژیم روسیه و چین و سختتر کردن مفاد آن از جمله گنجاندن موضوع آزمایش‌های موشکی شده. به یفسود عدم تایید تبعیت رژیم ایران ما را بلافاصله از برجام خارج نمی کند و هیچ از مفاد برجام را نقض نمی کند سناتور کاتن بر وجود گزینه های معتبر نظامی آمریکا علیه تاسیسات اتمی رژیم تاکید کرد سناتور تام کاتن روز چهارشنبه طی سخنانی در شورای روابط خارجی آمریکا درباره مخفیکاری اتمی دیکتاتوری آخوندی و افشای آن توسط مقاومت ایران گفت با اینکه رژیم ایران عضو پیمان منع تکثیر اتمی بود خمینی از همان سال 1984 تصمیم گرفت که به دنبال ساخت تسلیحات اتمی برود رژیم ایران تأسیسات عظیم زیرزمینی قنیسازی را در کنار نتنز پنهان کرده بود تا اینکه مخالفان ایرانی در سال 2002 آن را افشا کردند Khomeini decided as early as 1984 to pursue nuclear weapons. Iran obtained critical support from the AQ Khan network, China, and probably Russia throughout the 1980s and 1990s. And of course, Iran see